چند تا تمرین از تفریق اعداد مختلط کار میکنیم. میگوییم که دو سحه پنج بر هشت را منفی یک سحه دوی بر هشت داشتیم. این مساوی به چند نشود؟ می ویدیو را توقف دهید و خودتان کار کنید. خب می توانیم دوباره بنویسیم. می توانیم اعداد را روی همدیگر بنویسیم. می توانیم بگوییم این دو است در رنگ قرمز می گوییم این دو و پنج بر هشت است در واقع اجازه دهید این را کمی دورتر بنویسم دو و پنج بر هشت منفی یک و دوی بر هشت و سپس می توانیم تفریق کنیم می توانیم بگوییم درست ببینید در این ستون در اینجا ما کسرهای بر هشت را تفریق می کنیم 5 بر 8 داریم و می خواهیم 2 بر 8 را تفریق کنیم اگر 5 تا یک چیز را داشته باشیم و بخواهیم دو آن را تفریق کنیم سه آن برای ما باقی خواهد ماند و با این ترتیب ما در رابطه با کسرهای بر 8 صحبت میکنیم لذا 5 بر 8 منفی 2 بر 8 مساوی می شود با 3 بر 8 و بعدا شما دو تا یک منفی 1 تا 1 داریم یا دو منفی 1 مساوی می شود با 1 این مساوی می شود با 1 و 3 بر 8 حالا بعضی چیزی جالب انجام می می گوییم که سه داشتیم می خواهم یک عدد اینجا بسازیم سه و دوی بر پنج منفی دو و سه بر پنج و مثل همیشه ویدیو را توقف دهید و تلاش کنید خودتان انجام دهید تلاش می میکنیم که این را از عین راه کار کنیم این را دوباره نویسی می کنم شبیه سه با رنگ قرمز انجام می دهم سه و دو بر پنج داریم منفی دو و سه بر پنج دو و سه بر پنج و زمانی که شما اول می خواهید آن رو کار کنید در اینجا دارید پنج بر هشت منفی دوی بر هشت حل کردن این ساده بود، این 3 بر 8 است، اما بعدا در اینجا دارید 2 بر 5 منفی 3 بر 5، خب این سخت است، 3 بر 5 از 2 بر 5 بزرگتر است، خب اینجا چیکار کار می توانید بکنید؟ خب یک گزنه گروب کردن دوباره است، یک را می گیریم، حدث می زنم می توانید بگویید، از خانه یک ها در اینجا، یک راز اینجا میگیریم و بعدا این به دو تبدیل می شود، و سپس یک با 5 بر 5 عین چیز است، خب دو جمع پنج بر پنج مساوی است به هفت بر پنج راه دیگری فکر کردن در این مورد این است که این را در اینجا انجام می دهم می توانیم دوباره بنویسیم سه و دو بر پنج این چیز است با دو و هفت بر پنج دو و هفت بر پنج این دو چیز با هم معادلند چرا؟ خب یک راز اینجا گرفتم تا دو را به دست بیاورم و سپس آن یک را اینجا اضافه کردم یک با پنج بر پنج این چیز است دوی بر پنج و پنج بر پنج هفته بر پنج است خب حالا اگر این را دو و هفت بر پنج در نظر بگیریم آماده تفریق کردن هستیم اگر بگویید هفت بر پنج منفی سه بر پنج می شود که چهار بر پنج و سپس دارید که دو منفی دو می شود صفر. برای شما فقط چهار بر پنج باقی می ماند. این می شود چهار بر پنج. آن را دوباره انجام می دهیم. در جایی که باید دوباره گروپ کنیم انجام می دهیم. آن را در یک ستون می نویسم. بالا پایین تا همراه شروع کنیم. می گوییم که ما هفت و یک بر شش داریم منفی چهار و پنج بر شش این مساوی به چند می شود؟ خب زمانی که بخواهیم پنج بر شش را از یک بر شش تفریق کنیم خب این سخت است پنج بر شش از یک بر شش بزرگتر است اما می توانیم دوباره گروپ کنیم یک را از اینجا می توانیم بگیریم لذا هفت یک شش می شود و بعدا این یک را می گیریم که با 6 بر 6 چیز است و آن را به 1 بر 6 اضافه می کنیم خب 1 بر 6 جمع 6 بر 6 می شود 7 بر 6 چیزی را که انجام دادم می خواهم واضح باشد یک راست هفت گرفتم و این شش شد و یک مساوی به شش بر شش است لذا شش بر شش را به یک بر شش اضافه کردم و هفت بر شش را به دست آوردم خب یک راز اینجا گرفتم و در اینجا اضافه کردم و هفت کلی این است که حالا هفت بر شش از پنج بر شش بزرگتر است خب هفت بر شش منفی پنج بر شش است این را با رنگ نارنجی انجام می دهم دوی بر شش است و شش منفی چهار می شود دو این می شود دو و دوی بر شش یا اگر می که دوی بر شش را دوباره بنویسیم ببینید آنها هر دو بالای دو قابل تقسیم می باشند این این چیز است طوری که دو و یک بر سه که با دوی بر شش معادل است لذا شما می توانید آنگونه نیز بنویسید